شماری از کارمندان مراکز تذکره‌های الکترونیکی امروز به دلیل عدم دریافت معاششان دست به اعتصاب کاری زدند. این معترضین که تعدادشان به 200 تن میرسد تا تأکید دارند که 5 ماه میشود معاششان را دریافت نکرده اند. آنان از مسئولان مرکزی خواهان پرداخت معاشاتشان هستند و تأکید میکنند که تا زمانی که به خواستههایشان رسیدگی نشود دست از اعتصاب بر نمی دارند. از سوی هم شماری از مراجعین با انتقاد از عملکرد کارمندان احصائیه میگویند که روزها منتظر میمانند اما با مشکلشان رسیدگی صورت نمیگیرد. با این حال شورای ولایتی مسئولان احصائیه مرکزی را به بیتوجهی در این زمینه متهم میکنند و خواهان رسیدگی جدی به این مشکلات شدند. همکارم گزارش میدهد. شماری از کارمندان تذکره الکترونیکی اینجا گرده هم آمدند تا صدای خویش را از بهر عدم دریافت معاشاتشان به گوش مسئولین برسانند. این معترضین میگویند که 5 ماه میشود معاششان را دریافت نکردند و تاکید میکنند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود دست از اعتصاب بر نمیدارند. 5 ماه میشه کار میکنند بی وقفه ولی معاش از اینا تا حالا حواله نشده و این مشکلات هم بیشتر به خاطر خود ریاست احصائیه. یکی از مشکلات ریاست احصائیه که سرپرست داره و خود سرپرست هم باز به دیگه جا سرپرسته. همه روزه به شهر و اونجا گفت کنم یا سرپرست یا کارمند رسمیه دیگه نمیفهم ولی سرپرست ریاست احصائیه به شهر کار میکنه. اینجا کنم کسی نداریم که برای ما پیگیری کنه. به خاطر بچه هم امروز اعتراض کردم. البته اعتراض یک هفته پیش شروع شده بود، گفتن بلکه تا یک هفته چیکار شد، ما گفتن میایم ماشا، ولی متاسفانه یک هفته تیر شد و نماد. این کارمندان که تعدادشان به 200 تن میرسد میگویند که در ماه مبارک رمضان زندگیشان به سختی سپری میشود و حتی مجبورند هر از گاهی برای تامین مصارفشان قرض بگیرند. به گفته آنان با وجود مشکلات فراوان توانایی تامین مصارف خانوادهشان را ندارند. در ماه مبارک رمضان نزدیک به عید است، خرج مصارف خانه است، خرج مصارف موتر است، رفت آمد است، مهمان است. ما یک افغانی نداریم مصرف کنیم. تمام کارمندایی که در این اداره است 5 ماه میشه حقوق ما بر ما اولا نشده. جمعی که از دوستای ما در اینجا حضور دارن اینا از اداره ملی احصائیه معاش خود میخواین. ما امروز تعصب اعتصاب کاری کردیم به خاطر عزمی که 5 ماه معاش ما اولا نشده، یعنی ما 5 ماه نصفه میشه. ما آمدیم که معاش ما چرا اولا نمیشه، تا به کی بغیر ما ده پول قرض رفت آمد کنیم. از سوی هم شماری از مراجعین با انتقاد از عملکرد کارمندان احصائیه میگویند که روزها منتظر میمانند اما با مشکلشان رسیدگی صورت نمیگیرد. آنان خوان اهل این مشکل شده و تاکید میکنند که حتی کرایه رفت آمدشان را نیز ندارند. ما ساعت 8 بجه صبح آمدیم تا حالش رسیدیم. میریم به دم در میگه ما به دولت چی کار داریم که معاشو بگیرن یا نه؟ ما بیچاره غریبی مسکینی که ما کرایه خانه نداریم، کرایه و راه خانه نداریم، ما بیاییم بریم برادم از کجا بریم بیاییم؟ داریم؟ نداریم. ما به دولت چی که کرایه ما شما رو میده یا نمیده؟ دو ماه شما را میریم میاییم امروز میگه تفکری برقی بگیریم، با سبا میگه حواله نشده، پس سبا میگه ایتر نشده. ما ام اولاده هم شهیده ها چکار کنیم؟ شما رو بگیم اینا بیا دولت اینا بکشه. درامت یک خونه همو بوده، زمکش همو خونه همو بوده، او بعدی شهید شده. حال کتی برادر ما کمک میدیم با فامیلا شهید ها کمک اینا. با این حال نمایندگان مردم در شورای ولایتی مسئولین احصائیه مرکزی را به بی‌توجهی در این زمینه متهم می‌کنند. آنان میگن که تداوم این روند میتواند به مشکلات مراجعین بیفزاید. این چرا اما تاکید میکند که خواستهای معترضین را به گوش مسئولین رساندند. اگر بالاخره کسی 4 ماه متواتر معاش از داده نشه خب مجبور میشه دست به فساد بزنه. واقعا هم میگم موضوع ما با مقام ولایت مطرح ساختیم، ولی خب پروسه‌های اداری کمی طولانی تر هست. امیدوار هستیم که دولت در قبال این شکایت ها تعجیلی صورت بگیره و بطور معاش از اینا زودتر بپردازه. با این همه این معترضین خانه پرداخت هرچه زودتر معاشاتشان از سوی مسئولین احصائیه هستند، اما تاکید میکنند تا زمانی که این مشکل حل نشود همچنان به اعتصابشان ادامه میدهند.